سلام، با اپیزود نهم در خدمتتون هستم. رسیدیم به 9 قسمت آموزش راینو. یه اتفاق خیلی خوبی توی آخرین ویدئویی که آپلود کردم افتاد و خودم خیلی راضیم. 3 تا از سوالایی که مهمترین سوالایی بود که نیاز به ویدئو داشت توی قالب ویدئوی حالا زیر 15 دقیقه 3 تا سوالو توضیح دادم، آپلود شد و باز دیگه یکی دو تا سوال دیگه مطرح شد و واقعا خوشحالم اون کسایی که منتظر بودن اومدن ویدیو رو دیدن و حالا کامنت تشکرم گذاشتن که ممنونم از لطفشون. این خیلی، من خودم خیلی حس خوبی دارم نسبت به این قضیه. امیدوارم که اگه بازم سوال دارید سوالاتون رو بپرسید. جمله تکراری همه ویدیوهای یوتیوب هم الان بهتون میگم، اینکه سابسکرایب کنید. اگر ویدیوها رو به صورت منظم پیگیری میکنید زنگوله کنارش رو هم بزنید، کسی هم اگه میشناسید بهش معرفی کنید این چنل رو، شاید براش مفید باشه یا اینکه بخواد این نرم افزار رو یاد بگیره. خب بریم سراغ درس این جلسه. این جلسه خیلی مثال خاصی نداریم، چند تا دستور رو که احساس میکنم باید بدونید برای مثالی که جلوتر بهش میرسیم رو براتون میگم. بالا انواع اری رو و حالا استفاده از کروان سرفیس و یکی دو تا مثال ترکیبی. خیلی سریع بریم شروع کنیم ببینیم میخوایم چی کار بکنیم. جلسه‌مون این دفعه خیلی جای حاشیه رفتن نداره، خیلی مختصر و مفید خواهد بود. یک دونه کرو من به عنوان آکس میکشم، میرم توی منوی کرو ها، این کرو رو انتخاب میکنم که هندل داره، قوسی بهش میدم، نقاطش رو روشن میکنم، ستاست، فرمش برای من قابل قبول نیست، ریبیلد میکنم. 3 تا نقطه در حال حاضر داره، میخوام به 4 تا ارتقا پیدا کنه. دیگری 2 هست، من دیگری 3 نیاز دارم. اوکی میکنم، پوینت ها رو انتخاب میکنم و حالا شکل رو عوض میکنم. این که سریع رد میشم اینه که خب توی ویدیوهای قبلی آموزش استفاده از این دستورها رو دادیم. الان هم ریولف انجام میدم یا ریولف، این شکل رو به دست میارم، یک مقدار شکلش رو تغییر میدم، خطوط اضافه رو سلکت میکنم و دیلیت میکنم. میام اینجا ایزوکرف ها رو یا ایزوکرف ها رو هاید میکنم، میام در قسمت منوی کرف، آپشن اینترپولیت آن سرفیس یا معروف به کرف آن سرفیس انتخابش میکنم، سرفیس رم رو انتخاب میکنم و یک استارت پوینت از من میخواد، رأس رو انتخاب میکنم و سعی میکنم با تابوندن این کرف دور کار، الان از دستم خارج شد، بچرخونیم ببریمش پایین، دیزیبل کنیم که اسنپ نکنه، بیایم این پایین انیبل کنیم، یک کلیک روی اند بزنیم و تمام. خب جسم اصلی رو هاید بکنیم، میبینیم یک کرو اینجا درست شد. خب این به چه دردی میخوره؟ مهمترین موضوع اینه که ما یاد گرفتیم چجوری با کروان سرفیس کار کنیم. حالا یه نکته ای که توی اپیزود قبلی ازش استفاده کردیم، اری پولار رو میخوام یه مثال دیگه شو بهتون اینجا نشون بدم که به سادگی میشه چه کار کرد. یه بار دیگه من این جسمو برگردونم. اگر دقت کنید ابتدا و انتهای این کرو روی رأس این شکل ما حالا شبیه به تخم مرغ یا بیزی شکل قرار گرفته. خب از اونجایی که ما آکس رو روی 0-0 ترسیم کردیم و یه خط عمود بوده، به این معنیه که ابتدا و انتهای این خط در محور X و Y روی یک نقطه است. فقط محور Zشه که متفاوته. پس من میتونم این آبجکت رو هاید کنم و بیام دستور اری پولار رو، اری پولار 0 انتر به تعداد حالا مثلا همون 5 تا که الان ست هست کلیک راست بزنم و دستور رو تمام بکنم. میبینید که به چه شیپی میرسه. حالا میتونم چیکارش بکنم؟ میتونم بیام اینها رو پایپ بزنم. ما از دستور پایپ استفاده کردیم ولی میخوام حالا یه مقداری براتون بازترش بکنم. یک دونه کرو اینجا ترسیم بکنم، کرو که به هر کسی بگید سریع یه دونه اینجوری براتون میکشه، انتخابش میکنم، دستور پایپ. یه بار دیگه از اول اصلا پایپ رو توضیح میدیم. یه دونه رادیوس داریم که اگه روش بزنیم تبدیل به دیامتر میشه، دیامتر باشه بزنیم روش تبدیل به رادیوس میشه. رادیوس یعنی شعاع، دیامتر یعنی قطر. من همیشه با دیامتر کار میکنم. دیک رو کار بهش نداریم، میایم تو گزینه کپ. کپ رو توی حالت اول روی حالت فلات میذاریم، کلیک راست میزنیم و پایپ رو میبندیم. پایپمونو میکشیم داریم میذاریم کنار، میایم دوباره همون کرو رو انتخاب میکنیم، پایپ میزنیم،
میام توی گزینه کپ راوند رو انتخاب میکنیم، کلیک راست میزنیم، پایتون رو میبندیم، دوباره اینم میاریم میذاریم کنار این. حالا بهشون میرسیم، بررسیشون میکنیم، دوباره میام این رو هم پایپ میزنیم، کپ رو در حالت نان قرار میدیم. خب حالا بیام اینجا سراغ این ایزو کر باشم، ما هیدن میکنیم، عظمت ویزیبل در میاریم که برامون چشم اذیت نکنه و شلوغ نکنه، اینجا نیازی بهش نداریم. سه نوع کپ، یعنی در واقع سه نوع انتها و ابتدا برای دستور پایپ ما داریم، بدون هیچ نوع بسته شدنی، صفحه باز که اینه، بعدی صورت راوند هست که میاد در واقع یک نیم کره کات شده، دقیقا یک نیم کره رو در انتها برای ما قرار میده و تبدیلش کنه پلی سرفیس. اولی هم که براتون انجام دادم به صورت فلات، اون هم میاد یک دستور کپ ساده میزنه و یک صفحه تخت میذاره و پلی سرفیس هست. این اولی سرفیس و دوتای بعدی پالی سرفیس. شاید یه جایی به درتون بخوره، حالا بخواید سرفیس داشته باشید یا پالی سرفیس. خب میایم سراغ این، میخوام این رو پایپ بزنیم، همه کرف ها رو انتخاب میکنیم، پایپ رو انجام میدیم. حالا ما میذاریم شوی دیامتر و مقدار 8 دهم. و خب الان اینا کپ نیستن، انتهاشون بازه، ما اینا رو انتخاب میکنیم و کپ میزنیم. خب پس دیدید که به راحتی میشه با اون کروان سرفس یا کرب انترپولیتون سرفس به همچین شیپی رسید. بریم سراغ بقیه اری ها، میخوایم با بقیه اری ها هم آشنا بشیم. منوی اری به صورت تصویری اگر نیاز داشته باشید آیکونش رو و نخواهید مثل من تایپ بکنید، اینجا ما یک زبونه کوچیک داریم، بزنیم انواع و اقسام اری ها رو برای ما میاره. لاینر اری، اری لانگ کرو آن سرفیس، این خیلی دستور کاربردیه که توی ویدئوهای آشنا شدن با ماتریکس یه توضیح کلی دادم، ولی میرسیم بهش قشنگ باش کار میکنیم. اری آن سرفیس رو داریم، اری لانگ کرو، پولار اری که استفاده کردیم و رکتنگولار اری. دستورهای کمک ترسیمی فوق العاده ای هستن، یعنی اگر بهشون تسلط پیدا کنید و بدونید کجا میتونه براتون کار کنه، مثل این نمونه که الان بهتون نشون دادم، میتونه کمکتون کنه با استفاده از ترسیم کردن فقط یک خط یا فقط ترسیم یک حجم با استفاده از اری به شیپ های خوبی برسید. خب بریم بررسیش بکنیم ببینیم چجوری کار میکنه این دوست دستور اری که الان میخوایم راجبش صحبت بکنیم. اولین مورد همون مورد پیش‌فرضش هست به اسم رکتنگولار اری، که میاد در قالب یک 4 ضلعی برای ما اری انجام میده. یه آبجکتی رو باید انتخاب کنیم که اری بکنیم، میتونیم یه مکعب رو انتخاب بکنیم. من گرید اسنپ رو روشن میکنم که بتونم یک مکعب حالا دقیق بکشم. خب میام دستور رکتنگولار اری رو اجرا میکنم، یه سلکت آبجکت تو اری، آبجکت رو انتخاب میکنم، کلیک راست، بعد از من پرسه در راستای محور ایکس ها این آبجکت چند بار تکرار بشه. توجه بکنید که خود اون آبجکت موجود رو هم حساب میکنه، یعنی الان اگر روی 6 هست 6 تا دیگه جلوش نمیذاره، 5 تا دیگه جلوش میذاره، به خودش میشه 6 تا. حالا من در راستای محور ایکس هم 5 رو انتخاب میکنم، در راستای محور ایگرگ هم 5 رو انتخاب میکنم، در راستای محور زد هم همون 5 تا رو انتخاب میکنم. خب حالا باید بیایم اری رو انجام بدیم، میتونم جهت بهش بدم، این گرید اسنپ رو اگر که خاموش بکنم خیلی راحت تر میتونم این مقدار رو کنترل بکنم. خب الان اگر که من گرید اسنپ رو مجددا روشن کنم، اینجا یک کلیک بکنم برای راستای ایکس و ایگرگش و حالا میمونه محور زدش، یک کلیک راست هم میزنم و کار تمام میشه. این پس شد رکتنگولار اری. به این شکل کار میکنه، اگر که شما مقدار رو در محورهای یک وارد کنید، در یک محور خاص، در اون محور هیچ آبجکتی رو قرار نمیده. اینها رو یک کپی بگیریم، کنترل سی میزنم، کنترل زد، کنترل وی، میبرم میذارمش عقبتر، دوباره میام اینجا و دستور رکتنگولار اری رو اجرا میکنم، سلکت آبجکت تو اری، کلیک راست، در محور ایکس 5، در محور ایگرگ هم 5، در محور زد عدد 1 رو وارد میکنم و بعد میام دوباره مجددا اری انجام میدم. میبینید که در محور زد
هیچ آبجکتی رو برای ما قرار نداد. حالا جالبه که شاید بگید خب شما یک گذاشتی، چرا هیچی نذاشت؟ همونجوری که گفتم خود آبجکت رو حساب میکنه و شما از یک به بعد هرچی اضافه بکنید در راستای محورهای مختلف این اری براتون انجام میده و حالا تعداد براتون زیاد میکنه. حتما حالا من میگم همه رو 5 وارد کردم، 5 5 1 5 5 5. شما میتونید مثلا وارد کنید 3 8 10 مثلا، مثلا تعداد خیلی خاص و مشخصی نداره. اری پولار هم خب توی ویدیو قبلی و توی این ویدیو به اندازه کافی بهش پرداختیم. از اری پولار رد میشیم، میرسیم به اری لانگ کرو. اری لانگ کرو میاد چیکار میکنه؟ میاد یک آبجکتی رو برای ما روی یک خطی به تعدادی که ما میخوایم تکرار میکنه و اون خط میشه مسیر یا پتوی ما یا اون راهی که اون آبجکت طی میکنه. بذارید من کنترل زد بزنم یه دونه از این مکعبا رو کنترل سی کنم، کنترل زد دیلت و کنترل وی. این مکعبا ما اینجا داشته باشیم. خب حالا ما باید یه دونه کرو داشته باشیم و یک دونه خط که این آبجکت شروع کنه روش حرکت کردن و تکرار شدن. هیستوریمون هم دقت میکنیم که روشن باشه. میخوام یه مقدار با هیستوری هم کار بکنیم، یه دو سه تا نکته ریز راجع به هیستوری هم بهتون بگیم. خب یه کروی میایم ترسیم میکنیم، حالا به هر شکلی خیلی اهمیت خاصی نداره که به چه شکل باشه چون مثال ما فقط برای یادگیری دستوره. میایم از منوی Array Along Curve رو انتخاب میکنیم. اینجا برای ما نیست Select Objects to Array، کلیک راست میگه Pathway یا Base Point رو انتخاب کن که از کجا شروع میشه Array تو، چون ممکنه شما وسط یک خط باشید، یک دایره باشه که مسیر بسته ای داره، اونجاست که شروع Array برای شما اهمیت پیدا میکنه. اینجا هم حالا ما به عنوان مثال انجام میدیم، Base Point رو بهش میدیم و میگیم اینجا شروع Array ماست. بعد میگه pathway رو انتخاب کن، اون مسیری که داری select path curve انتخابش میکنیم و این پنجره برای ما باز میشه. number of items رو داره، این که من چند بار این آبجکت رو برای تو تکرار بکنم یا array بکنم. گزینه بعدی میگه distance between items، یعنی شما میتونی بگی آقا این آبجکت رو با فاصله های 1 سانت، 1 سانت، 10 سانت، 10 سانت برای من بذار، یا میلیمتر، کیلومتر، یا هر حالا مقیاسی که استفاده میکنید. ما الان روی میلیمتر هستیم. من میام روی number of items و حالا مثلا 10 میذارمش روی 12 و اوکی میکنم. خب این آبجکت رو میاد برای من قرار میده. یه نکته جالبی که توی هیستوری هست، خب من اگر که اینو جابجا بکنم هیستوری میشکنه یا از بین میره، ولی اگر این آبجکت اول رو شروع کنم به جابجا کردن میبینید که همه آبجکت ها تغییر میکنن. حالا اگر که یه همچین فرمی داشته باشید که تغییرش از نظر بصری فقط مهم باشه توی این موقعیت خاص، میتونید این کار رو به راحتی انجام بدید، یا همون مورد اول رو بدون پاک کردنش ادیت بکنید، بدون اکسپلود کردنش مثلا بولین اینا انجام بدید، خب بقیه هم ادیت میشن. یا اینکه مثلا پاث کروبمون رو روشن کنیم و پاث کروبمون رو بیایم تغییر بدیم و همون تعداد اری روی این کرو ادامه پیدا میکنه، انجام میشه و هیستوری آپدیت میشه. فقط باید دقت بکنید که هیستوری رو بروک نکنید، یعنی اینکه کاری خارج از چارچوب هیستوری انجام ندید که این سیستم به هم نریزه. الان میتونید اینو بیاید بیاریدش جلو، اینو بیاریدش عقب، مثلا برسیم به یه فرم و یه شیپ دیگه. یعنی خیلی از طراحی ها میاد با استفاده از هیستوری انجام میشه، چون ما میدونیم مثلا میتونیم تصور بکنیم که یک صفحه یا یک کرو یا یک خط یا یک نخ رو مثلا شما تصور بکنید که ما میدونیم این نخ اگه مثلا چند تا دونه فرض کنیم، این مکعب حالا سری دونه های داخلش هستن، اگر اینو در واقعیت داشته باشیم و بتابونیم به شکل میرسه. ما هم میایم دقیقا عین واقعیت شبیه سازی میکنیم، یعنی میایم سری نه یه نخ رو میذاریم، دونه ها رو از توش رد میکنیم و بعد با نخ شروع میکنیم به بازی کردن. این چه کاری برای ما انجام میده؟ این باعث میشه که اولا ما با ساده سازی، اون چیزی که اون اوایل ویدیوها میگفتم، با ساده کردن شکل، اینکه بفهمیم خب نقطه شروع کجاست، از کجا باید استارت بکنیم، میگیم خب آقا این یه نخی بوده تابیده، حالا میخوایم اینو شبیه سازی بکنیم، میایم این نخه رو درست میکنیم، مهرها رو رد میکنیم،
حالا میایم میچرخونیمش. این با هم ساده سازی باعث میشه ما بتونیم به طرحهای پیچیده ای برسیم و اینکه خب دستمون بازتره. الان من یه کاری کردم که هیستوری بروک شد، خاطر همین به هم ریخت. ولی خب حالا میبینید به چه شکلی کار میکنه هیستوری. حواستون باشه به کنترل پوینت هاتون و اینکه چه جوری باشون کار میکنید. فرماتون را میتونید به این شکل، حالا صرفا نباید حتما روی کرو باشه، ما اریان سرفیس رو هم داریم جلوتر بهش میرسیم، ولی این مثال رو الان زدیم برای اینکه متوجه بشید که سیستم به چه شکلی کار میکنه. خب بگذاریم از اری الانگ کرو هم بگذاریم. بهتون گفتم یکی دو تا اری دیگه داریم که جلوتر بهش میرسیم. الان میخوام یک موردی که حالا یه مقدار سوال شده بود، فکر کنم توی ویدیوهای قبلیم گفتم، الان حقیقتش حضور ذهن ندارم که گفتم یا نه، ولی خب الان بهش اشاره میکنم. یک گزینه در منوی ترانسفورم به اسم set xyz coordinates یا xyz coordinates، با حالا ما بهشون میگم set point اصطلاحا، چون خیلی اسم طولانی داره، مثلا با همکاری چیزی میخوام صحبت میگیم set point انجام بده و حالا شاید از نظر مثلا معنایی خیلی درست نباشه، ولی خب جا افتاده است دیگه. چه کار میکنه این؟ این میاد در محورهایی که ما میخوایم نقاط رو در یک حالا نقطه صفحه هر چیزی رو میاد توی اون محور مرتبش میکنه. شاید توضیحم واضح نباشه ولی الان براتون انجامش میدم و میبینید که چه کار میکنه. چیزی بدید ببینم یک مثالی که بخوام بزنیم. من دوباره یه مکعب بکشم، این مکعب رو بیارم بالا، اینو اینجوریش بکنم، یکم اینجوریش بکنم. خب من میام در منوی تاپ در حالتی که پروژکتم خاموشه، میام یک ترسیمی انجام. من هیچ تصوری ندارم که این ترسیم چه شکلی شده. دیلت میکنم. خب چون در منوی تاپ ترسیم کردم، پس این خط رو تخت تصور کردم. درسته شاید شما یه موقع اینو بخواید، ولی اگه اینو بخواید نباید در منوی تاپ ترسیمش بکنید، چون در منوی تاپ کنترل ندارید، نمیدونید کجا دارید کلیک میکنید. وقتی که در منوی تاپ فرانت رایت یا هر منوی دو بعدی هستید، معنیش اینه که شما میخواید یک خط صاف ترسیم بکنید. من اینجا یکی از گزینه هایی که دارم پروجکت آن سرفیس یا پروجکت یا پلا هر گزینه دیگه که اینو من بخوابونمش روی زمین و تختش بکنم. اما یه موقعی هستش که شما نمیخواید اینو تختش بکنید، میخواید بیاریدش مثلا هم سطح این مکعب قرارش بدید. ما حالا هر ستا رو انجام میدیم. اول میام project on cplane انجام میدم، select objects to project، کلیک راست، delete input objects، yes، اینو تخت میکنم رو زمین. خیلی راحت اینو میخوام. گزینه دیگه همون دوباره میریم سراغ همون set xyz coordinates. در آینده من از set point ازش استفاده میکنم، یعنی اسمشو میارم، میگه select objects to transform، انتخاب میکنیم، کلیک راست، سه تا محور رو باید انتخاب کنیم. ببینید من اگر که سه تا محور رو این بگم هر سه تا محور تیک خورده باشه و اوکی کنم، این تبدیل میشه به یه نقطه، یعنی همه این x و y و z رو تبدیل میکنه روی یک نقطه جمع میکنه. پس کنترل z میزنیم، دوباره دستور رو اجرا میکنیم، کلیک راست. خب من میخوام در راستای محور z این بیاد بشه هم سطح لول بالایی این مکعب. هم هر دوتا اینها رو تیکش رو بر میدارم، اوکی میزنم و روی این اند کلیک میکنم، این میاد اینجا قرار میگیره. این خیلی دستور کاربردیه و من توی تمرین های جلوتر خیلی ازش استفاده میکنم. تسلط بهشم هیچ کاری نداره، اصلا نکته خاصی نداره، فقط صرفا توضیح دادم ببینید چجوری کار میکنه. حالا در هر راستای دیگه میخواد توی x تغییر کنه، توی y تغییر کنه، ولی مسئلهش اینجاست که فقط یک نقطه از شما میگیره، یعنی همه چی رو میاد دیگه روی اون نقطه ست میکنه. خیلی منعطف نیست ولی جلوتر خیلی باش کار داریم. خب برسیم به دو تا دستور تویست و بند. تویست رو من توی ویدئویی که برای جواب به سوالا درست کرده بودم جواب دادم. اون ویدئوها کاملا جداست، یعنی صرفا برای مخاطبم درست میشه، حالا هر کسی میتونه ببینه، ولی برای احترام به مخاطبم اونو کاملا آماده میکنم به صورت جداگونه. تایم ویدئو کم میشه و مستقیم میرم سر اصل مطلب. یه مخاطب من که میاد وقت میذاره منو میشنوه بدونه که برای من با ارزشه، ولی خب من حالا باید توی ویدئوی آموزشیم هم اون دستورا رو کار بکنم. دو تا دستور خیلی ساده است، تویست و بند. این دستورا رو یاد میگیریم،
برای اینکه با این دو تا دستور کار بکنیم من چند تا شکل میکشم. اولیش یه دونه حالا مکعب مستطیل بلند، یه دونه استوانه، یه دونه هم حالا مثلا نمیدونم کن، یه دونه هرم، یه دونه مخروط، یه دونه مخروط هم میکشم. خب حالا میخوایم هر ستای اینها رو هم تویست کنیم هم بند کنیم. آیا اصلا این تویست میشن اینا، این دوتا آمخته گر چجوری؟ الان یه نگاهی بهش میندازیم. خب اول این سراغ دستور تویست. اینجا این زبون کوچیکه رو بزنید، این تویست اینجاست، TWIST. من تایپش میکنم بر حسب عادت. Select Object to Twist رو برای ما مینویسه، Object هم رو انتخاب میکنم و میگه که Press Enter when done، یا همون کلیک راست، فرق نمیکنه. حالا شما باید یک نقطه ای رو به عنوان مرجع تویستتون انتخاب کنید. من دلم میخواد این کار رو از روی مرکز انجام بدم، یعنی این وسط اینجا. الان میخوام به یه چیزی اشاره بکنم به اسم Smart Track برای اولین بار توی ویدیو هم. Smart Track میاد برای من این سنتر رو پیدا میکنه بدون اینکه چیزی ترسیم بکنم. ترک کردن یعنی ردیابی کردن. اسمارت به معنی باهوشه یا هوشمند، یک ردیابی هوشمند. میاد الان ببین دو تا میت پوینت رو برای من آیدنتیفای کرده، شناسایی کرده و من همینجوری روی محورش میتونم حرکت کنم و اگه چیزی هم باش تداخل کنه میبینید که اینترسکت به من میده و میتونم با در امتداد همدیگه حرکت دادن این دو تا نقطه به مرکز این مکعب مستطیلمون برسم. یک کلیک بکنم بیام بالا، همین کار رو برای این پایین هم انجام بدیم و اینجا هم به دست بیاد. خب حالا میخوام تویست انجام بدم، یعنی حول یک محوری بیام این آبجکت رو تویست کنم یا بتابونمش. میتونید بهش درجه بدید، میتونید خودتون انقدر بچرخونید که فکر کنید کافیه و کلیک کنید. معمولا 90 تا 180 درجه میچرخونم، بیشتر از این دیگه شکل رو به هم میریزه، حالا مگه اینکه طرح خاصی باشه توی شرایط مشخص. پس این شد از تویست. تویست یعنی به معنی تابوندن. حالا شما هر جا که رأس محور رو قرار بدید از اونجا شروع میکنه به تابوندن قضیه. حالا من چون میخوام یه محور اون وسط هم داشته باشم، یه دونه از این خط رو میکشم میارم بالا، تویست رو اجرا میکنم روی این میت پوینت، بازم با استفاده از اسمارت ترک این رأس رو پیدا میکنم و اینو یه ذره میچرخونم. این چه اتفاقی افتاد؟ از همون جایی که محور شروع شده به بالا، یعنی از ابتدا تا انتهای محور رو فقط تویست میکنه و با بقیه کار کاری نداره. خب اینجا چون دایره است دیگه ما نیاز به اسمارت ترک و این حرف رو نداریم، یه اسنپ سنتر میخوایم. تویست رو با یه کلیک راست با آخرین دستور اون تکرار میکنیم، آبجکت رو انتخاب میکنیم با کلیک چپ، کلیک راست رو میزنیم روی سنتر به سنتر و حالا تویست میکنیم و هر چقدر من دلم میخواد میچرخونم میتابونم و ببینید که تنها اتفاقی که میفته اینه که آیزو کرو رو به هم میریزیم و سطح رو خراب میکنیم برای ادیت های بعدی. پس استوانه ها رو تویست نکنید، کلا مقاطع دایره رو تویست نکنید، به درد تویست کردن نمیخورن. کنترل زد میزنیم میریم سراغ بند. خب اینم چون همون مقطع دایره رو داره خیلی کاری باش نداره، میریم سراغ دستور بند. از این زبونه کوچیک اینجا که استفاده بکنیم، میایم اینجا یه گزینه داریم به اسم بند، اینجا هستش، اینجا هم هستش، بند BEND. بند میاد برای ما یک چیزی رو خم میکنه، خیلی اسموث این کار رو انجام، خیلی نرم این کار رو انجام میده. میریم توی پیر فرانت و اونه سر رو ته ترسیم شدن، یه دونه میرو رو از صفر میزنیم، این رو دیکلت میکنیم، میریم توی پرسپکتیو. محور ایکس و ایگرگ زدم اشتباه بذاشتم کار میکنم، حالا اهمیت خاصی نداره، و یه میرور برش میگردیم سر جای اولشون. میبینید که الان دیگه درست. خب چیکار میکنیم برای بند؟ داره اول اینجوری میچینیم، میریم سراغ بند کردن. دستور بند رو این بار از اینجا اجرا میکنیم، بند Select Object to Bend، Object رو انتخاب میکنیم، کلیک راست، Star of Spin، Spine، بعد میایم داخل استفاده از میدپوینت
point اینجا intersect، این midpoint و این midpoint، اینجا هم intersect. حالا من میتونم این رو بیام توی فرانتم و یه مقدار معقولی کارو بکنی، زیادش که بکنی شروع کنه به دفرم شده، مقدار معقولی خیلی نرم این رو بند میکنم. بند هم دقیقا از همون قاعده قبلی تویست پیروی میکنه. اجازه بدید من یک کنترل سی بگیرم، کنترل سی کنترل بی، اینو بیارمش کنار، این رو بند انجام بدم، یک خط بکشم بیارم بالا. اینکه شما محوری که ترسیم میکنید از اونجا بند رو انجام بده، از این وسط توی این مید پوینت بریم توی فرانت. احساس میکنم یک جای کلیکم اشکال داره، نه درست، یه مقداری بندش میکنم، بریم توی پرسپکتیو. خب اتفاقی که توی اولی افتاد این بود که از ابتدا تا انتهای آبجکت بند شد، توی دومی از وسط بند شد. این دوتا آبجکت هم دقیقا همین مسیر رو برای بند شدن میرن، یعنی اینکه دوباره از روی سنترشون به سنترشون در نوی فرانت. چرا من وارد دو بعدی میشم؟ برای که دیدم درست باشه. اینجا توی پرسپکتیو هم کلیک هم درست نیست، هم نمیدونم دارم چیکار میکنم، اینجوری میزنم میبینم آیا شد اون چیزی که میخواستم آیا نشد. دارم این کار رو از توی پرسپکتیو انجام نمیدم، ترجیح توی فرانت یه ذره بندش میکنم، این رو هم همینطور میام روی سنتر به اند، این رو هم یه مقدار بند، میبینیم که چجوری کار میکنم. پس این هم شد از دستور بند و تویست. توی این ویدیو ما بیشتر دستورا رو دوباره برگشتیم چند تا دستور جدید یاد دادیم. چند وقت بود که خیلی تمرین انجام میدادم توی این ویدیوها، گفتم بیام چند تا دستور رو بگم که بعد توی ویدیوهای بعدی برسیم به مثالاشون و چجوری ازشون استفاده کردن. چون شما تا دستور رو مسلط نباشید نمیتونید اینا رو به صورت همزمان ازشون استفاده کنید و حالا طرح جدیدی رو خلق کنید. ازتون ممنونم که ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم مفید بوده باشه. ازتون خواهش میکنم که سابسکرایب بکنید، زنگوله کنار رو بزنید اگر که ویدیوها رو دارید پیگیری میکنید، اولین نفری باشید که ویدیو رو میبینید. اگر سوالی دارید حتما توی کامنت بنویسید، پیشنهاد انتقاد که دیگه اصلا هیچ چونم بنویسید، من بدونم دارم چه مسیری میرم، درست میرم غلط میرم، چه چیزایی رو دوست دارید بیشتر بدونید. و اینکه معرفی کنید کسی که فکر میکنید که به دردش میخوره بهش معرفی بکنید، شاید بخواد یاد بگیره، شاید بلده، نیاز به کمک داشته باشه، سوال داشته باشه، همه جوره توی این چنل دارم ساپورت میکنم. ماتریکس هم که اضافه شده، هفته بعد دومین اپیزود از آموزش ماتریکس میاد بیرون. طول هفته هم که حالا ویدیوهای متفرقه مثل جواب به کامنت اگه باشه یا تایم لپس باشه میاد بیرون. خلاصه‌شو بخوام بگم، دوشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت ایران ویدیوهای یوتیوب میاد بیرون، ویدیوهای آموزشی. وسط هفته ممکنه تایم لپس بیاد، ممکنه جواب به کامنت بیاد، ممکنه هر ویدیو دیگه بیاد، ولی ویدیو آموزشی فقط دوشنبه 10 صبح که دیگه حالا شما میتونید همه رو یه جا ببینید، میتونید هفتگی ببینید یا هر جوری که دوست دارید. شب و روزتون خوش، مرسی که گوش دادید، خدا نگهدارتون.